قابل توجه کسانی که در 35 سال گذشته از املاک و مستقلات خود در ایران خبر ندارند، کسانی که مدارک و مستقلات خود را از دست داده اند، افرادی که املاک و زمین‌های آنها را سازمان منابع طبیعی باگیر اعلام کرده است و اشخاصی که املاک آنها مصادره و یا مواد اعلام شده است، و همچنین برای تنظیم وکالت بلاعزل و انحصار وراثت می توانید با دفتر آقای منوچهر معتمر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس 949-202-7288. خانم ها و آقایان سلام بر شما. سلام گرم و صمیمانه من رو از شبکه جهانی تلویزیون امید ایران بپذیرید. امیدوارم در هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت و پاینده و برقرار باشید. از زمانی که انقلاب شد بسیاری مملکت رو ترک کردن، ایران عزیز ما رو ترک کردن، به دلایلی به خارج آمدند و مجبور شدن که در اون کشور اقامت پیدا کنند به هر دلیلی. بسیاری از کسایی که آمدن صاحب املاکی بودند، املاکشون رو رها کردن آمدند و حکومت جمهوری اسلامی بسیاری از این انبار رو مصادره کرد و خب کسایی که اینجا بودن دستشون به هیچ جا نمی رسید. اما امروز گویا قوانینی در داخل کشور ما وضع شده که گویا میشه املاک گذشته‌ای که کسانی که مثلا وارثش بودن یا به هر حال صاحب اون املاک بودن رو ملکشون رو پس بگیره. خوشحالم که یکی از دوستان بسیار عزیز ما، یکی از کسانی که سالها در اینجا هستند و در این امر مهارت دارند، در کاری که دارند انجام میدن که یک کار در اصل کار اجتماعی هست، وقتی که کاری فقط در رابطه با کمک به مردم صورت میگیره، این کار اول قدم اجتماعی هستش تا مسئله مالی و چیزهای دیگه که کسی بخواد در نظر بگیره. به هر دلیل ما دعوت کردیم از آقای منوچهر معتمر از شرکت و یا کمپانی معتمر تشریف بیارن اینجا و در این راستا با ایشون صحبتی داشته باشیم، چرا که صحبت هایشون میتونه بسیار بسیار مسائل رو روشن بکنه. آقای منوچهر معتمر درود بر شما. درود بر شما. خیلی ممنون آقای رفی، بازم از تشکر میکنم ما رو دعوت کردین. آقای رفی، سال 59 یا سال 60 آقای نیری یا آقای اشراقی حکمایی که میدادن، حتی اومدن به آمریکا جزی بلاد کفر بود، یعنی میگفتن ترکمنستان ایشون در بلاد کفر هست و مصادره اموال میشد، چه کلمی حالا چه بهایی، بعضی مسلمان ها رفتن خارج از کشور حتی در آمریکا هم جرم بود، به خصوص در آمریکا، به خصوص در آمریکا، و خیلی اموال مصادره کردن. آقای نیری آقای اشراقی شاید 70% حکمای صادر کردن آقای رفی که همش مصادره اموال بود، حالا کاری به اعدام ها نداری، یه جنبه دیگه داره. بعد از مدتی خب خیلی ها رفتن در دادگاه لاهه شکایت کردن، یعنی ما بیش از 6000 شاید 7000 شکایت از شهروندانی آمریکایی و اروپا داریم در دادگاه لاهه. بازم خب یه دی تو سیستم ایران، یه دی عزیزان اینا آقای رفی عمل نمی کردند، تا اینکه 5 ساله الان لایه رفته تو مجلس و الان دارد دولت اجرا میکنه که میگه حکمای، نمیگه آقای نیری یا آقای اشراق اشتباه کردند، میگه حکماشون قابل بررسیه. یعنی یه شعبه گذاشتن به نام 1050 در ایران که میگه آقا بیا دوباره پرونده رو بازبینی کنیم، چه پرونده های آقای نیری ها، چه پرونده آقای اشراقی ها. این از نظر ستاد فرمان امام یا مصادره اموال دادگاه انقلاب. یه سری هم آقای رفی زمین و ملکشون رو ول کردن اومدن اینجا که اینا رو بهش میگن موات اعلام کردن، یعنی 27 ماده 12 اینا رو هم دولت سال 76 سال 86 میخواست این سندها رو عوض کنه، یعنی از جمهور از شیر و خورشید تبدیل کنه به جمهور اسلامی. خب اینا رو نشر آگاهی کردن و بازم مردم مراجعه نکردن و اون زمین رو هم دولت گرفته و الان خوشبختانه دارن 70% ارزش اون ملک معوض میدن، یعنی وقتی که سند پیش من میارن
ما این کپی رو میفرستیم ایران، کارشناس میره زمین قیمت میکنه 2 میلیارد 3 میلیارد قیمتش باشد، دولت 30% به عنوان حق انبارداری برمیداره، 70% میپردازه، یعنی به قیمت روز داره، به قیمت روز 70%. و خوشبختانه الان دارن انجام میدن. تنها مشکلی که الان ما داریم در رابطه با بهایت، که اینها یه فرم ما داریم که اگر تو اون فرم بنویسن ما بهایی هستیم اصلا امکان نداره، ولی اگر تو اون فرم ننویسن بهایی هستیم یا اصلا مذهب رو عنوان نکنن، یعنی یه خط بکشن اونها رو هم بهشون الان دارن میدن، معوض میدن. دولت پول نداره آقای رفیق، یعنی اگر کسی فکر کنه که وقتی معوض گرفته میشه یه شماره حساب تو بانکی پارس جان یا بانکی ملی میدن، نه، ولی بذارش معوض زمین میدن در شهرک های اطرافی تهران. معوض یعنی چه؟ متوجه، یعنی جاش میدن. در چه زمانی چه فرقی بین املاکی که پس میدن با املاکی که عوض میکنن؟ اصلا املاکی وجود نداره که پس بدن، چون تو این 35 ساله آقای رفیعی این تغییر نام شده، یعنی حسین داده است به اکبر، اکبر داده است به نادر، دیگه بر نمیگرده. به نادر کسی چیزی نداده؟ نه، نادر ایران. ولی نادر جان به جاش معوض میدن، یعنی مثلا قیمت میکنن که این زمین 100 دلار به جاش دیگه زمین میدن. خب ولی به قیمت روز، به قیمت 70%، 70%ش، 70% روز. یه 10%ش هم همین الان روش حساب بکنیم که یه سری هزینه ها رو کم میکنن، که میشه 60% پولشون رو پس میگیرن، زمین میدن. اگر قیمت بالای 3 میلیارد باشه تو شهرک و آپارتمان میدن. و واقعا اون زمین یا بسا ملکی که داده میشه یا آپارتمانی که داری واقعا اون قیمت رو داره آقای معتمد؟ ببینین اگر این که نه، میگن نه آقا این چه هست، این دست والیده ایست. بله ببینین در ایران هیچ کسی به حق کسی نمیرسه، اگر شما فکر کنن که کسی به حقش میرسه نمیرسه، ولی الان خوشبختانه با این لایحه مجلس مرسدس بنز میگیرن پیکان میدن، مرسدس بنز میگیرن، بعض موقع موتور سیکلت میدن، ولی دارن میدن. ولی اگر فکر کنن که 100%، چون قیمت ها عجیب رفته بالا، یعنی آقای رفی کسانی که 4 سال پیش رفتن 400 هزار دلار در ایران خرید کردن الان شد 3 میلیون دلار، کسانی که 2 سال پیش 4 سال پیش رفتن 400 هزار دلار یه خونه خریدن، سرمایه گذاری کردن 3 میلیون دلار، یعنی ملک 5 برابر شده. در اون زمان دلار چقدر بوده؟ دلار 2350 بوده. در اون زمان 2300 بوده. در اون زمان 4 سال پیش؟ 4 سال پیش. بین ندیه دولتش 1200 بود. آها. بیرونش بین 1800 شد تا 2300 پایین بالا بود. بله. ولی قیمت آقای رفی الان حالا یه سوالی دارم. الان فکر می‌کنی امکان این هست که قیمت دلار در ایران پایین بیاد؟ اصلا. دلار رو همه قیمت میمونه اصلا، حتی این تحریم ها رو همین فردا بردارن تا 4 سال دیگه همینه اصلا. خودی دولت آقای رفیق قیمت دلار 2450 حساب کرد و خودی مسئول بانک مرکزی هم اعلام کرد که آقا ما نمیذاریم قیمت دلار بیاد پایین، چون قیمت تورم در ایران 40%، نمیتونن بیارن پایین، نمیشد بیاد بیرون. یعنی خود دولت حاضر راضیه که واقعا قیمت دلار بالا بمونه و بالا باشه، برای اینکه با جوابگو نیستم. ببینید ما عرض وارد مملکت خاطر پولی که داره میگیره بتونه خرج مملکت رو بده. دقیقاً. و بعد تناسیس ببینید مردم یه زمانی آقای رفیق خب از نظر واردات خیلی برای ایران بد خواهد خیلی شد. خیلی. یعنی اگه دولت بخواد بره سرمایه‌گذاری کنه چیزی رو وارد ایران بکنه چطور میتونه مایحتاج مردم رو؟ فقط الان ببینید پای به پای مثلا به بنگلادش نفت میدن گندم میگیرن، به هندوستان نفت میدن برنج میگیرن سایپایه میگیرن، به کره جنوبی همینطور، یعنی دارن ترید میکنن فقط. ولی دلار تو مملکت نمیاد، ولی حسن نیت هست. یعنی عارفی اون کسانی که مقداری خشجین بودن، مقداری با مردم گلاویز بودن، مثل آقای نیری، آقای اشراقی ها 80 سالشون بوده الان 85 سال یا نیستن، الان قاضی ها که تو ایران اومدن 55 ساله 45 ساله، خصومتی با مردم مثل اون زمان نمیگم خصومت دیگه، یعنی با مردم قبل از انقلاب. بله ببینید الان وقتی که یه پرونده میره شعبه 10-50
ایشون نگاه میکنه مثلا اینه که اگر اون زمان ایشونو کشتن و بچه صغیر دارد مستثناتو جدا میکنه، اگر بچه صغیرش 50 سالش هم باشه حق بچه صغیرو میده. سیستم عوض شده. یعنی ببینم الان به کسانی که فوت کردن به وارثاشون، اگر اون زمان مثلا یکی از سران ارتش، حالا اسم نمیخوام بیارم، اون زمان بچه صغیر بوده، بله، ایشون کشته شده مصادر اموال شده، سهم بچه صغیر الان میپردازن میدن، مستثنایات میدن. یعنی کلن اگر کسی فوت کرده باشه و ارثی تعلق گرفته باشه، یعنی اون ملکی که الان مصادره شده، بله، این ارث تعلق گرفته باشه به شخصی، آیا امروز این ارث رو به همون صورتی که گفتیم پولش رو نه 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 ببینید روز که قاضی رأی داده میگه حتما اسم بچه‌هاش تو پرونده هست، اگر بچه‌ها صغیر باشن میشه مستثنات پرونده نه جدا میکنن. صغیر یعنی سنشون کمتر از بله. 18 سال بله. بوده درسته؟ این پول بچه صغیر کاری اون زمان اگر بوده، بله، اینا میان اینجا بر مبنای سود حساب نمیکنن، بر مبنای کار مست حساب میکنن، یه رقمی در میارن. همسر ایشون چی؟ همسرشون نه، فقط به فرزندانش میرسه، اونم زمانی که اگر صغیر بوده باشه. ولی الان خب الان خیلی اثر، خیلی مثلا الان ما اموال داریم که بین آقای رفیع معذرت میخوام یه سوال دارم، حتی اگر کسانی که مخالف دولت بودن اونها رو تیربارون کردن، بله، اینا اومدن یه سیستمی تو ایران درست شده به نام کارت ملی. من خودم رو اصلاح کنم، اونایی که مخالف حکومت بودن، بله بله، ببینید یه سیستم اومده درست شده به نام کارت ملی. این کارت ملی همه سوشال سکیوریتی اینجا هستش، همه ایرانی‌ها یه کارت ملی دارن، شما هم داری منم دارم تو سیستم. این کارت ملی وقتی که ما مراجعه میکنیم برای گرفتن اموال، اولین کار همون بک‌گراند چکه، همون کارت ملیه. بستگی داره تو کارت ملی چی نوشته باشه. خیلی‌ها بودن که خیلی هم به نام بودن، ولی تو کارت ملی اون چنان چیزی نبوده که دست قاضی ببنده مستثنایاتو دادن، یه مقدار از اموالا برگردوندن، ما عوض دادن. خیلی ها بودن چه آدم های گم نامی بودن، اما تو اون کارت ملی چیزایی نوشته شده که دست همه بسته. خب اجازه بدید که این اطلاعیه شرکت معتمر رو ما نگاه بکنیم، از اینجا به بعد میخوایم راجع به این شرکت صحبت کنیم که ببینیم آقای معتمر در این کمپانی، در این شرکت چیکار میتونن برای چنین مشکلات بزرگی که بعد از 35 سال امروز تازه ما میتونیم راجبش صحبت کنیم و امیدی بهش داشته باشیم، در رابطهش بیشتر صحبت داشته باشیم. قابل توجه کسانی که در 35 سال گذشته از املاک و مستقلات خود در ایران خبر ندارند، کسانی که مدارک و مستقلات خود را از دست داده اند، افرادی که املاک و زمین‌های آنها را سازمان منابع طبیعی بایر اعلام کرده است، و اشخاصی که املاک آنها مصادره و یا موات اعلام شده است، و همچنین برای تنظیم وکالت بلاعزل و انحصار وراثت می توانید با دفتر آقای منوچهر معتمر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس 949-202-7288. خب خدمت شما عرض بکنم بینندگان عزیز، می دونم بسیاری از شما الان نشستید و دارید این برنامه مهم رو نگاه می کنید. مسئله ایست که هر کسی دوست داره به حقش برسه، هر کسی دوست داره که به هر حال با عرق جبینی که پدر، مادر، خانوادهش ملکی رو صاحب شدن و این ملک با زور گرفته شده یا به هر دلیلی این ملک باید پس گرفته بشه. قطعا هر خانواده پدر و مادر هدفش این بوده که به اصطلاح برای آینده فرزندانش یک صندوقی رو درست کنه که اون صندوق میتونه به صورت ملک هم باشه. در اینجا شرکتی هست تحت عنوان شرکت معتمر، آقای منوچهر معتمر، همونطور که خدمتتون عرض کردم یکی از دوستان بسیار عزیز ما هستن که سالها در آمریکا زندگی میکنن و در این امر مهارت کامل دارن و میتونن کمک چنین مشکل بزرگی برای بسیاری از خانواده ها باشن. خب آقای معتمر، به عنوان مدیر و مؤسس شرکت معتمر، من دوست دارم تمامی جزئیاتی که به عنوان مثال بنده میام خدمت شما و اعلام میکنم که
پدر بنده ملکی داشتن یا خانواده بنده ملکی در ایران داشتن و در بنده در اون موقع صغیر بودن و این ملک با زور گرفته شده از خانواده بنده، شما چی کار میکنید؟ آقا رفی ببینید، اولین کاری که من میکنم باید حتما پاسپورت ایرانی داشته باشم، یعنی کارت ملی شناسنامه نباشه هیچ کاری نمیشه کرد. یعنی کسانی که اومدن اینجا سیتیزن شدن، شناسنامه خودشون رو فراموش کردن، دو دیگه نرفتن دنبالش، بعد برن اول شناسنامه نمیخوان بیان، ما انجام میدیم. خیلی هستن تامین لس آنجلس انجام میدن، هزینه نداره، 60 دلار شناسنامه هست، یه 30 دلار هم کارت ملی. خب آیا این شناسنامه و کارت ملی رو امروز مسئولین حکومت جمهوری اسلامی به هر کسی میدن؟ به همه میدن. یا به همه میدن. اینجا هم تبعیض گذاشته اصلا میشه. آقای نادر رفی شما که تو تلویزیون هستن اصلا شما نمیتونید. به همه میدن. فقط پاسپورت ها که میدن، تو پاسپورت ها یه کد گذاشته شده، کد شماره 2 کد پناهندگی، کد شماره 5 پاسپورت ها نببینید کد سیتیزنه، یعنی شما دیگه پناهندگی نه، شما به عنوان شهروند آمریکا هستین. کد شماره 1 از طریق سرمایه گذاری و از طریق ویزاست، یه کد تو پاسپورت میزنن، ولی کارت ملی صادر میکنن. ما اولین کاری که میکنیم، به من مراجعه میکنن، من فوتوکپی مدارک میگیرم میفرستم ایران، بر مبنای شماره کد ملی به اینا میگم میتونم یا نمیتونم. یعنی کد ملی به من راه رو نشون میده که تو این کار امید هست یا امید نیست. یعنی هر کسی یه کدی داره، همه کد ملی داره. این کد چی هستش؟ یه کدش 8 رقمه هست که وقتی شما شناسنامه میگیری یه کارت بهت میدن، مثل سوشال سکیورتی اینجا هستش. بله. این شماره مشخصه که شما کی هستی؟ کارت چیه؟ روشت چیه؟ اینه برای چی درست کردن؟ به خاطر اینکه وقتی که شما را مصادره اموال میکنن، خب ممکنه شما یک زمین تو شیراز داشته باشی، یک زمین تو اصفهان، یک زمین تو بندرعباس. خب نمیگوی من مال دارم. این کد ملی گذاشتن که هر کسی تو ایران اموال داره، این کد ملی کل لیست اموالش هست. یعنی از سال 1000 یعنی تمام سیستم درآمدی شما و سرمایه شما توی هست، کاملا توی مشخص از طریق کامپیوتر. از طریق کامپیوتر. اول که سیستم کامپیوتر ایران از اینجا خیلی پیشرفته تره، همه چی با کامپیوتر. آقای رفی دیگه مثل اون بایگان یا سابق نیست که برن بگردن ورق بزنن، همه سیستم کامپیوتریه. حتی دادگستری وقتی شما پرونده رو میفرستی، بعد از دو روی کد میدن، روی این کد میتون رو آنلاین ببینی پرونده تو چه مرحله میره. این همینجا این کد ملی مشخص کنه که اول تو چیکار هستی، یعنی تمام لیست هست. بعد از این کد ملی دست من بازه که من ببینم که اگر زمین موات اعلام شده، یعنی شما پرونده تو ستاد فرمان اماما دادگاه انقلاب نباشد، فقط موات باشه، چه اصلا هیچ اشکال نداره. موات یعنی 27، یعنی 27 یعنی صاحب برده. بله. یعنی کمیسیون ماده 12 میگه آقا من نشر آگاهی کردم تو نبودی، سند رو عوض کردم تو نبودی، تو رو خواستم نبودی، حالا میگه آقا من هستم، من زنده‌ام. میاد یه جریمه تعیین میکنه از خود زمین، یه رقمی از زمین به شما میده. شرطش هم اینه که شما را به یه شرط زمین به ایران بدوندن که دیگه اموال در ایران نداشته باشی. نمیشه شما یه خونه تو ایران داشته باشی و بخوای از مواد استفاده کنی، شامل حالت نمیشه. خب حالا آمدن و شما هم این پروسس رو انجام دادی و این کارت ملی هم هست، درسته؟ بله، کارت بله، ملی بله. میگید این کارت ملی هم گرفته شد. از اینجا به بعد شما چیکار میکنید؟ فتوکپی سند میگیریم، یه دونه وکالت کاری بدون حق خرید و فروش ازش میگیریم. وکالت کاری فرم 456 سفارت میفرستیم سفارت. سفارت 40 دلار میده، مهر میزنه، ما میشیم وکیل ایشون در ایران، میتونیم همه کارا رو انجام بدیم بدون اینکه بتونیم خرید و فروش بکنیم. همه کارا رو آماده میکنیم، آماده که شد از هر 100 دلاری که ما از این اشخاص بگیریم ما 20 دلارش میخوام روز آخر. یعنی ما از کسی آقای رفیعی پول نمیگیریم تا اینکه کار شما انجام بشه. وقتی کار تموم شد هر 100 دلاری گرفتیم 20 دلار. این از ایران هر 100 دلاری که گرفتید 20 دلارش مال شما. کاری که اینا باید انجام بدن، دو تا هزینه دارن که خودشون باید انجام بدن. یکی هزینه که کارت ملی پاسپورت شناسنامه بگیرن، اون که فرمودید 60 دلاره. بله. یکی هم یه هزینه باید کارشناسه بدن در ایران، به خاطری که وقتی که سندای قدیمی های رفیوا میکنی صفحه 9 سند مثلا نشه ارزش این ملک 100 ریال 400 ریال، در حالی که الان 5 میلیارده
ده میلیارده، باید یه کارشناس رسمی داد گستری قیمت کنه. بله این کارشناس باید بابتش پول داده بشه. بله این کارشناس رسمی خودشون باید انجام بدن، بقیه کارا رو ما انجام میده. درصدی کارام من همین الان به هموطنان میگم، بعضی من میگن امیدی ها، ببینین اینا به کسی شوخی ندارن، اگر بخوام بگن نه میگن نه، بگن آره میگن آره. 5 سال دارن مواد رو به جاش معوض میدن، 5 سال اینا دارن مصادره اموال و مستثنایات رو دارن برمیگردونن، حالا 30%، 50%، به هر جهت از رقمی که هست و به قدرم آقای رفیع این ملک ها روش کرده که رقمایی که میدن به درد مردم میخوره. یعنی ما وقتی که به ریال ها به دلار بکنی رقم ها رو 300,000، 400,000، 500,000. بله یارو میگه ملکی من 5 میلیون دلار میارزه، چرا من 400 بگیرم؟ ولی بازم ارزنده سه آقای رفیع. یعنی الان اینا دارن انجام میدن، ولی یه فرم داره، این فرم رو که شما امضا میکنی این فرمی نهایی دولت جمهوری اسلامیه، بارش نوشته است کمیسیون سازمان مسکن شهرسازی، زیرش خودی دولت نوشته است من قبول دارم زمینم مواته، قبول دارم که من گناهکارم، قبول دارم که در ایران نبودم، قبول دارم سند شیر خورشید عوض نکردم، تعهد میکنم به هیچ مرجعی رسیدگی نکنم و اگر شکایت کردم شکایتم پس بگیرم، به جاش به من معوض بده. یعنی این فرما که شما امضا میکنی به دولت بگوی آقا من همه کار اشتباه کردم، تو بدش معوض من بده. واقعیت هم هست 35 سال آقای رفیع زمینش رو ول کردن اومدن، 30 سال ول کردن اومدن. خیلی کسا هیچ مسئولیتی چیزی نبوده، ولی همینطور املاک و اینا رو همه رو ول کردن. همین اومدن. چرا این کارو کردن؟ ببینین حالا 50 سالشون بوده، 40 سالشون بوده اینجا نشستن، هر روز سیستم عوض بشه دیگه، روش نزدیم بر کردن 35 سال شده، 80 سالشون شده، 10 تا سند دارن، عمری هم براشون نمونده، نمیتونن ایران برن، نه دیگه ایران رو میشناسن، نه خیابونشو بلدن، نه اسمشو بلدن. ولی من مطلع هستم که بعضی ها واقعا رفتن به ایران اما به هیچ نتیجه نرسیدن و دست خالی برگشتن. نه به خاطر اینکه میرن، خیلی این کارو میکنن، میرن وکیل میگیرن. آقای رفیع سیستم جمهوری اسلامی و سیستم قضایی جمهوری اسلامی با احترامی که برای اون سیستم دارم و برای اون سیستم کار میکنم یه سیستم مذهبیه، وکیل قبول نداره، اصلا وکیل در ایران سمتی نداره. اینا میرن 30 میلیون، 50 میلیون میگیرن، میرن از دست دولت شکایت میکنن، از دست دولت شکایت نداره. شما نباید وکیل بگیرین، باید برین دولت بگین فرما امضا کنی، بگو آقا خودت گفته ما حق ما رو میده، ما اشتباه کرده، یعنی بذاریم تو رو درواسی میشه میدییشن، واقعا همینه و دارن میدن. نه دیگه همین دیگه، همین. به خاطر آقا هر چی که شما گفتی بده من برم و همون که میگه 300 تا 200 تا 500 تا 700 تا من آقای رفیع گرفتم، دارن پولش نمیگیرن و همه هم خوشحالن. سیستم ایران دعوا نداره. بعضی‌ها میگن آقا چرا زمین منو مواد ادارم کردی؟ خود تو خودت 5 سالم اینجا بودی؟ 5 سالم که اینجا بودی؟ زمین داد تکسش نده، مال داشت نده، اینجا میگیرن. تو 30 سال زمین نشی سند شیر اصلا سیستمش آقا شیر و خورشید نیست دیگه آقای رفیع، واقعیتیه. شیر و خورشید دیگه وجود نداره. شما میخوای با این سند شیر و خورشید چی بگیری؟ سند شیر و خورشید چی هست؟ سند چه زمان شاخه دست همه هست. بله. آها این سند هیچ رسمیتی دیگه نداره. 76 گفتن بیا مجانی عوض کن. شیر و خورشید وجود داره. اون سند شیر و خورشید وجود داره. هر چی شما بگی. خواهش می‌کنم. هر چی شما. سال 86 گفتن بیا سندو عوض کن. خب برو عوض کن، حقت بگیر. دقیقاً. خب اجازه بدید نگاهی داشته باشیم به اطلاعیه شرکت معتمر، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. قابل توجه کسانی که در 35 سال گذشته از املاک و مستقلات خود در ایران خبر ندارند، کسانی که مدارک و مستقلات خود را از دست داده اند، افرادی که املاک و زمین‌های آنها را سازمان منابع طبیعی باگیر اعلام کرده است، و اشخاصی که املاک آنها مصادره و یا مواد اعلام شده است، و همچنین برای تنظیم وکالت بلاعزل و انحصار وراثت می توانید با دفتر آقای منوچهر معتمر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس 949-202-7288. خب خدمت شما عرض بکنم که صحبت هایی که داره مطرح میشه، میدونم برای بسیاری شما عزیزان
شمایی که الان دارید برنامه ما رو ملاحظه میکنید در خور حائز اهمیت. من شاهد هستم در طول این چند سال گذشته چقدر کسانی که ملک و املاکشون رو رها کردن به اینجا آمدند و دستشون هم به هیچ جا بند نبوده و آخرم از خیرش گذشتن. ولی امروز موقعیتی پیش آمده که شما میتونید از این موقعیت استفاده کنید و اگر خدای نکرده پدر یا مادر شما فوت کردن و به هر حال صاحب اون املاک بودن، اگر در اون زمان همطور که آقای معتمر گفتن که بهتر بهشون هم زنگ بزنید باشون صحبت بکنید، هر سوالی دارید خیلی جامع‌تر میتونن جواب شما رو بدن. اگر واقعا سن شما کمتر از 18 سال بوده باز هم میتونید صاحب اون املاک بشید، منهای 30% که دولت میگیره و 10% هم که باعث برای خرج به اصطلاح مسائل به اصطلاح کناریش هستش، 60% از اون املاک رو شما قیمت میذارن روش و به شما یک سرمایه دیگه میدن، یعنی یک ملک دیگر یا یک آپارتمان یا خونه دیگری به شما میدن که به هر حال به قولی کاچی بعضی هیچی. در نتیجه من از شما دعوت میکنم بینندگان عزیز در هر جای آمریکا، اروپا، کانادا، هر جا که هستید با آقای منوچهر معتمر تماس بگیرید. شرکت ایشون یک شرکت رسمی در آمریکا هست، اینو من خدمتتون عرض بکنم. صحبتایی که ایشون دارن میکنن بسیار سندیت داره، بسیار رسمی هست، هیچ کاسی زیر نیم کاسه هم نیست و من از ایشون دعوت کردم که تشریف بیارن اینجا. این کار بسیار مهمی که برای جامعه ایرانی، برای بسیاری میتونه مشکلشون رو حل بکنه، سرانجامی پیدا بکنه. و به هر حال خوشحالم که آقای معتمر به هر حال در این مسئله حضور دارند و مشکل گشای بسیار بسیاری از عزیزانی هستند که میتونه این مشکلاتشون حل بشه. خب دوست دارم در انتها شماره تلفنتون رو اعلام بفرمایید، بگید که اگه سوالی هست پاسخ بدن. شما تلفن که الان اونجا هست، من در خدمت شما هستم. دوشنبه از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر. ببینین روز به روز داره امکانات بیشتر میشه برای همه. مثلا آقای روحانی قرار بود چه هزینه‌های ثبتی بکنن 7%، بله، و خوشبختانه الان همون 1% مونده. امکانات روز به روز داره بیشتر میشه. زمین ها تنها چیزی که در ایران محترم است آقای رفیع مالکی. من دوستم کلوزآپ آقای معتمر رو نشون بدید، چون حرفایی که دارن میزنن بسیار مهمه. دوست دارم به قول معروف آی تو آی باشه. خواهش میکنم بفهمید. مالکیت در ایران روز به روز داره عزیزتر میشه که بوده، چون خود اون عزیزانی که تو اون سیستم هم کار میکنن خودشون زمین دارن، ملک دارن، خونه دارن، ویلا دارن و خودشون زندگی دارن. برای حفظ مالکیت خودشون، مالکیت شما عزیزه، به شما معوض میدن، مستثنایات میدن، الان دارن به همه میدن. البته پول نمیدن، ولی شما همون آپارتمان، همون خونه رو هم اگر بخن بفروشین شاید در عرض 3 روز تا 5 روز تو ایران فروش بره، چون الان بهترین بیزینس در ایران ملک و املاک. هیچ مشکلی در ایران کسی نداره. الان خب خیلی از کلمیا دوستانی من هستن در ایران دارن سرمایه گذاری میکنن، در شیراز دارن هتل میسازن، دیگه به اون زمان نیست. الان میرن ایران، میان معامله انجام میدن. یه زمانی بود ما لیست کلمیا 150 تا ممنوع معامله بودن، الان به 64 تا رسیدن. همه مسائلشون حل شده و من فکر میکنم که الان بهترین موقع هستش که اگر ملکی دارین بیان اون رقمی که تو زنده هستین بگیرین برای بچه‌هاتون، برای عزیزاتون، و هیچ اشکالی هم نداره، ما در خدمتتون هستیم. باور بکنین الان قاضیایی که در ایران هستن 50 سال، 57 سال، 60 سال، بیشترین اینها بچه‌هاشون یا تو کانادا یا تو همین آمریکا هستن، خیلی ها برادرانشون، خانوادهشون اینجا هستن. یعنی یه طوری الان شما رو درش میکنن که اون زمان آقای رفیعی نیست. کاملا درست. یعنی الان شما اگر طرفی، همین طرفی ما برین لامبیش برین، خدا منه چقدر خونه ها هستش که قضات هستن، کسانی که تون سیستم کار میکنه هستن، بچه هایشون آقازاده ها هستن، چه در کانادا چه در اروپا. دیگه الان اون کدوریت برداشته شده، یه دوستی به وجود اومده، خیلی ها ظلم شده، خیلی ها از بین رفتن، ولی الان یه اون راه باز شده. یعنی اونا هم اینجا هستن، حتی خودشون دفتر من میان میگن آقا اگر لیست داری به من بده ما زنگ بزنیم کمک کنیم.
یعنی اون کدورت ها نیست، اون بچه ها اون قاضیه که اونجا هستن، آقای بعض 90 درصدشون شاید اگر اقرار نکنم گرین کارت دارن، میان میرن، میان پیش ماها و را باز است دیگه. حالا گذشتم خیلی ها ضربه خوردن، خیلی ها نابود شدن. آقای معتمر، دین اسلام میگه که زمین غصبی گناه کبیر است. بله. یعنی کسی اگر با زور زمین کسی رو بگیره و صاحبش بشه، یکی از گناه‌های کبیره است. چرا؟ برای که حق یک انسانی، حق یک خانواده، حق یک بچه صغیری پایمال شد. دقیقاً. اون خدا هستش و اون بالا دیگه حساب کتابش هم هست دیگه. به هر حال، ولی امیدواریم که شما بینندگان عزیز از این موقعیتی که به هر حال چه جوری شده، در آباز شده، چه اتفاقی افتاده، از این موقعیت استفاده کنید. با آقای معتمر زنگ بزنید. بسیاری از شما عزیزان رو من ببینم که هر بار که ما نشستیم و هم صحبت کردیم گفتی آقای ملک همینطوری شد رفت دیگه ولش کردم، ولی الان که همچین موقعیتی پیش آمده و خوشحالم که آقای معتمر این قدرت و این کارهایی رو دارن که بتونن در این امر قدم مثبتی برای شما بردارن، تماس بگیرید با ایشون. ایشون هم مثل من و شماست، ایشون هم مقیم آمریکا هستن، در اینجا دارن زندگی میکنن، هیچ وابستگی و هیچ چیزی هم با هیچ جا ندارن، ولی چون از نظر قانونی و این ارتباطات میتونن یه همچین کاری انجام بدن، پا گذاشتن جلو. اقلا اگه یه کسی میتونه در جهت منافع مایی که امروز این طرف آب هستیم کاری میتونه انجام بده، بیام ازش تشکر کنیم، بگیم آقا درود به تو، اگر نمیتونستی بری یه کار دیگه بکنی، اینقدر هم هدک نداشته باشه، چند برابر هم بیشتر پولتو در بیاری. ولی آقای معتمر آمدن به خاطر اون معرفتی که دارم، واقعا جز انسانهای بسیار با معرفت و بسیار آدم پایبندیه، اینا من خدمتون عرض بکنم، و بسیار دلسوز و رفیقه، اینطوری خدمتون عرض بکنم. وقتی آمدن دارن یه همچین کاری انجام میدن، خب چرا که نه، بیایید از این موقعیت استفاده بکنید، مشکلتون رو حل بکنید، صاحب 60% حداقل از املاک خودتون که فراموشش کردید و فکر میکردید که دیگه راه برگشتی هم نداره و این پول فراموش شده است، رو به قول معروف برای شما برگردونن. خب ممنون، سپاسگزار هستم از شما معتمر. خیلی ممنون جناب رفیق. در هفته های آینده ما خط رو باز خواهیم گذاشت برای بینندگان عزیز که بیان روی خط، حتما اعلام خواهیم کرد که شما بینندگان عزیز در هر جایی که هستید میتونید بیاید روی خط، سوالتون رو در این چارچوب، اینجا نه مرگبر یا زنده باد چی نداریم، اینجا ما میخوایم مشکلاتمون در اینجا حل بشه. بسیاری از کسانی که اینجا هستن چنین مشکلاتی رو با خودشون به همراه آوردن و هنوز هم دارن و این مشکلات حل نشده. در نتیجه من به عنوان یک ایرانی، به عنوان صاحب یک رسانه مسئول، خواستم که این ارتباط رو برقرار بکنیم که به امید خدا این پولی که از جیب شما با زور گرفته شده لااقل چند درصدش دوباره به جیب شما برگرده. خیلی ممنون جناب رفیق، لطف کردین، قربان شما برم. خیلی ممنون، موفق باشید. سلام. از شما دعوت می‌کنم به دنباله برنامه‌های شبکه جهانی تلویزیون امید ایران توجه کنید. برقرار. قابل توجه کسانی که در 35 سال گذشته از املاک و مستقلات خود در ایران خبر ندارند، کسانی که مدارک و مستقلات خود را از دست داده اند، افرادی که املاک و زمین‌های آنها را سازمان منابع طبیعی بایر اعلام کرده است، اشخاصی که املاک آنها مصادره و یا موات اعلام شده است، و همچنین برای تنظیم وکالت بلاعزل و انحصار وراثت می توانید با دفتر آقای منوچهر معتمر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس 949 202 72 88.